زیبای من نویسنده دوناتلا دی پیتر آنتونیو فصل اول لکویلا شهر تاریخی در مرکز ایتالیا و با قدمتی 700 ساله به شهر 99 قلعه، 99 کلیسا و 99 فواره مشهور است. این شهر در قسمت مرکزی ایتالیا و یکی از پرخطرترین نقاط این کشور زلزله خیز واقع شده. در ششم آوریل سال 2009، بعد از ماه ها زمین لرزه های متعدد و پی در پی، ساعت 3:23 و, بیست و سه دقیقه صبح، زلزله‌ای به بزرگی 6.3 ریشتر این شهر را لرزاند که 309 کشته و بیش از 1600 زخمی بر گذاشت و تمامی بناهای تاریخی این شهر آسیب جدی دیدند و یا به کلی ویران شدند. پس از زلزله تقریبا تمام جمعیت این شهر، شهرها و روستاهای اطراف تخلیه و به اقامتگاه های دولتی ضد زلزله منتقل شدند. پس لرزه های متعدد تا سال 2012 ادامه داشتند. زمین لرزه سال 2009 لکویلا هم پنجمین زلزله بزرگ ثبت شده در تاریخ ایتالیا تا به امروز است. کتاب زیبای من داستانی از داستانهای زلزله لکویلا است. نشسته رو سندلی همیشه گیش. سرشو خم کرده رو بشخاب. بخار سوپ که میزنه توی صورتش، جوشاشو متورم تر نشون میده پرزای بلند و نازک و نامرتب پشت لبش همین روز سیبیل میشن موها صاف شدن و چسبیدن پشت لبش سر و صدای بشخاب و قاشقو در میاره اما خیلی کم میخوره قاشقو مدت طولانی تو هوا نگه میداره نیمه پر میبره سمت دهنش نگاهشو ازمون میدوسته میدونه نشستیم حساب میکنیم چقدر پروتئین به بدنش رسیده و چقدر دیگه باید برسه جویدنش بی سر و صداست زیاد دوست داشتنی نیست قد بلند و تکیده است خطوط بدنش جای اینکه منحنی باشه شکسته و زاویه داره زاق پاهای ضعیفش تو میزنه مادرم باهاش مثل بچه ها رفتار میکنه اما من هنوز تکلیفم با روشن نیست تو سن نوجوانیه اما گاهی خامتر از سنش رفتار میکنه وقتی کوچیک بود با موهای فرفری و لب قلبی شکلش خیلی دوست داشتنی بود مثل همه بچه ها پاک و معصوم بود بعد از او را که پیشم میموند بورس بارونش میکردم <تصفح> چقدر شیرین بود اما الان هر جا پا میذاره با بوی تند عرق و موهای همیشه چربش بی سر و صدا اعلام حضور میکنه. پیرنشو که در میاره دنده هاش از یه طرف مهره پشتش از طرف دیگه زده بیرون خمیده و قوس کرده راه میره انگار توپی محکم خورده باشه تو شکمش انقدر زود بزرگ شده که از فاصله دور اگه پشتش به هم باشه نمیشناسمش در مورد مارکو حرف میزنم خواهر زدم پسر کوچولی که یه بزرگ شد همگی نشستیم دوره میز دست دومی که مال هیچ کدوممون نیست قبلا هر کدوم میز خودمونه داشتیم مادر بزرگ توی خونه روستاییش من تو مرکز شهر مارکو هم با مادرش نزدیک خونه من وقتی زلزله اومد مارکو و مادرش یه سالونی میشد که برگشته بودن لکویلا الان اینجا تو آپارتمانی که بهمون همون دادن سه نفری زندگی میکنیم مارکو خواهر زادمه نوه مادرم قبل زلزلم هر کسی مشکلات و دردای خودشو داشت اما خواهرم از اینکه با پسرش برگشته بود خوشحال بود میگفت توفیق اجباری نصیبشون شده خودشو با همه چی وقف میداد با جای جدید با رابطه های بلا تکلیف با زمانی که کند میگذشت خوب بلد بود چطوری تلخی جدایی رو شیرین کنه بعد از روی یک شنبه تو خونه مادر جمع می شدیم تو اتاق نهار نیم تاریکش قهوه می خوردیم. مادر با شکلاتی کنار فنجون داغ قهوه لوسمون می کرد کمی بعد دسته ی نامرئیش می به یه پوسکنده برمون می آورد بعد به بهونه جمع کردن لباس از روی بند می رفت و حیات خواهرارم تنها می تا با هم خلوت کنند گاهی مارکو هم می آمد. البته اگه با دوستاش بیرون نرفته بود تمام مدت هنسفیری تو گوشش بود دور از ما میشست شست الان هم همین کار رو می صبحی که از اتوبوس مدرسه جا میمونه با ماشین می رسونمش هانس فیری مثل یه ردیب سیم خاردار بینمون کشیده شده انگار صبح آسیب پذیرتره دائم مواظب فاصله شه فورو میره تو کاپشنش و یقش رو میده بالا تا زیاد تو دید نباشه گاهی به بیرون گاهی هم به پاچه شلوار و کفشش سر میزنه وقتی میپیچم راست بر اینکه که خم نشه سمتم خودش رو نگه میداره انقدر صفت که نوک انگشتاش سفید میشه برعکس وقتی به چپ میپیچم از ترس اینکه مبادا به سمتش کش بشم صورت شونه هاشو میچسبونه به شیشه جوری که فقط آرنجش سمتم باشه وقتی میرسیم مدرسه معمولا خداحافظیشو نمیشنوم اما مراقب در و با احتیاط ببنده چند روز پیش همزمان با هم رسیدیم دم خونه مارکو با کول پشتیش منم با کیسه های سنگین خرید چند قدم جلوتر از من بود زیر لب نیمچه سلامی کرد رفت تو اما در رو برام باز بعد یهو تصمیم گرفت موجود مفیدتری باشه مرگش پایین و کیسه سیب زمینی و بسته ی آب معدنی را ازم گرفت. از سنگینیش انگشتم تقریبا سیاه شده بود. تشکر کردم. جواب نداد. بعد زلزله، بعد رفتن اولیویا، از همون لحظه اول خدا به مادرم صبری باور نکردنی داده بود. صداش عجیب محکم و قدرتمند شده بود. حتی شهامت پیدا کرده بود آگهی ترهیم چاپ کنه. بعد زده بود به سرش آگهی ها رو دور و بر مرکز تاریخی شهر نصب کنه. نمیخواست مراسم ترهیم دخترش کم و کسری داشته باشه. بعضی روزا با ماشین از جلوی آگهی ها میگذشتم. دیدن اسمش روسیمان خاکستری شرمندم میکرد. یه شب وای سادم. گوشه آگهی رو با ناخون کشیدم اما محکم چسبیده بود نمیخواست کنده بشه بلا فاصله پشیمون شدم با کف دستم اسمش رو لمس کردم حروف اسم خواهرم رو نوازش کردم کاغذ چسبیده به سیمان خیلی دیر از بین میره اول درخششش از بین میره بعد جوهرش کم رنگ میشه آخر سرم گوشه ی بالایی شابیزون میشه باد و بارون از بین کاغذ رو دیوار رد میشن کنسرت موسیقی را میندازند کاغذ و تا میکنن و نوشته هاشو میپوشونن یه روز صبح دیدم چیزی از آگهی نمونده مادرم با دعا کردن با راز و نیاز درداشو تسکین میده و من تو خیالات خامم دست و پا میزنم مادرم پر حرارت اما با احتیاط دعا میکنه هم برای کسایی که رفتن هم برای کسایی که موندن مارکو به مادر بزرگش بیشتر از من لطف داره نگاش میکنه حتی وقتی باهاش حرف میزنه تکونی به گوشه های لبش میده مثلا لبخند میزنه صبح هر سمون از خونه میزنیم بیرون مارکو میره مدرسه من میرم سر کار مادرم بعد جمع کردن خونه سوار اتوبوس میشه به مقصد قبرستون تجهیزات ضروری رو میذاره تو ساک بزرگش شوینده و دستمال میکروفایبر از دستفروش نزدیک ورودی قبرستون گل میخره هر روز مراسم مخصوصش رو کامل و دقیق اجرا میکنه جرب روی قدیمی رو که هنوز تازن دور میندازه دارو که همیشه رنگشون با قبلی یا فرق داره میذاره جاشون گلا رو با ظرافت و دقت توی گلدون میچینه حواسش هست که مرتب باشه سنگ سفید و لبخند هک شده یه روی سنگ و برق میندازه گاهی با درموندگی به قبر دختر همسایمون پایین مقبره خواهرم زل میزنه تفلکی شب زلزله فقط شیش سالش بود پدرم قسمت دیگه ای دفع شده و برش قبر خالی نبود مادرم بعد از فوت خواهرم پدرم رو فراموش کرده داغ تازه سوگ قبلی رو تو دلش کم رنگ کرده دیگه عکس سنگ قبر پدر قبار میگیره گلای مقبرش پش مرده میشن بعضی یک شنبه ها با مادرم میرم سر مزار دور مای میسم تا مراسمشو به جا بیاره از حرکات سریعش مسترب میشم حالت هوا میگیرم ولی چیزی نمیگم فقط کافیه کمی عقب بایسم اجازه میدم هر جور دوست داره به قبر دخترش برسه آروم میشه کاری باهاش ندارم فقط روزه اول یکی دو بار به مراسم و عکس روی سنگ قبر اعتراض کردم مادر همیشه رازی از قبرستون بیرون میاد چند دقیقه ای بای میسه با گل فروش حرف میزنه دیگه با هم سمیمی شدن گل فروش میگه فردا صبح زود برام روزه صورتی میاد براتون یه دسته بذارم کنار آره آره چند وقت صورتی نیاوردی نمیشه پیش بینی کرد اما فردا رو مطمئنم برات یه دسته میذارم کنار پس دو دسته برام بذار فردا گلگ شوهرم هم عوض میکنم دیگه خوش شده اگه دو دسته بخری تخفیفم میدم تو این سرما میری خرید مادر معمولا روزه یه تعطیل میره بازار روز مستقیم از کشاورزا سبزی و میوه تازه میخره بعد با اتوبوس ساعت یازده میره خونه تا نهار درست دیگه به آپارتمانمون عادت کرده روزهای اول حتی بوی ساختمون نوسازم اذیتش میکرد در عرض ما بوی رنگ و گچ جا داد به بوی غذاهای مادر دو سالی میشه اومدیم اینجا یکی از پیرمردای همسایه مزرعی جمع و جوری توی زمینای خاکی اطراف مجتمع رو انداخته دونه ها رو تو فصل مناسب میکاره زمین رو برای سبزیجات آماده میکنه زمینه مستطیلی دقیق و منظم روی خطی مستقیم به صف شدن. فصل برداشت که میرسه، پیر بازنشسته کم و بیش سر ساعت مشخصی بیرون میان. بین بوته های گرج فرنگی قدم میزنن و در مورد آب و هوا پر حرفی میکنن. گایی میوه های آفت زده رو به همدیگه نشون میدن. صبح یک شنبه تلخ ترین روز هفته است. از پنجره مرد رو تماشا میکنم آروم بین سفیجات حرکت میکنن گرد و خاک از زیر پاشون بلند میشه تو را پله ها سبد سبزیجات و تحویل همسراشو میدن من از بالا سبزی یه رنگ و وارنگ و دید میزنم اعتمادی که به این خاک دارن شگفت زدم میکنه این خاک خیانتکار مردای موسن تو پاییز مرتب برگارو جارو میکنن براشون مهم نیست باد بلا فاصله برشون میگردونه سر جای قبلی فرق بین کار مفید و غیر مفید رو میفهمن اما میخوان اوقات بیکاریشون رو پر کنن برف و با این پاروهای جدید و سبک پلاستیکی پارو میکنن از اینایی که دهنشون بازه وقتی کار میکنن نفسشون بخار میکنه و صورت یه چروکیده و قرمزشون از شدت سرما بیهس میشه مادرم اینجا هنر باغبونیش رو بروز نمیده میگه قراره از اینجا بریم حیفش میاد برکت خدا رو وقتی بزرگ شده ول کنه بره برای همین فقط تو بالکن تابستونیمون شمدونی میکاره میگه شمدونی رو وقت رفتن میبریم آبشون میده و مرتب خاکشون رو زیر رو میکنه و برگای خشکشون رو جمع میکنه میگه فقط اگه لمسشون کنی عطر پخش میکنن دلش نمیخواد به این محله موقتی عادت کنه اون با همسایه ها صمیمی نمیشه گاهی اگه بخواد از قاره تنهاییش بیاد بیرون میره پیش خانم همسایه که دختر بچهش رو تو زلزله از دست داده اونم خیلی محافظ کارانه بیشتر از سر دل سوزی آپارتمانمون دو تا اتاق داره یکی از اتاقا رو دادیم به مارکو اتاق دیگه هم برای من و مادره مادر خونه رو مرتب و تمیز نگه میداره اما قشنگ معلومه که هیچ تعلق خاطری بهش نداره صبورانه منتظر شروع بازسازی خونه های روستاز به نظرم برای کسی که سنی ازش گذشته آرزوی عجیبیه میگه خونه را به پدر بده کاره چند نسل از خونواده پدر تو همون خونه زندگی کرده بودند. قبل از پدر تنهایی خونه را بازسازی کرده بود با احتیاط یادش میندازم که پدر خیلی وقت بینمون نیست نه از زلزله چیزی میدونه نه اگه بازسازی در کار باشه خبردار میشه غضبناک نگاه هم میکنه بعدش میشینه چشماشو میبنده و تو خیالش در قدیمی روغنکاری شده رو باز میکنه قدم میذاره تو ورودی باریکی که بوی ملایم کپک میده تو خیال پاشو میذاره رو اولین پله میره بالا از طبقه بالا صدای بازی و فریاد مد و قلوه میاد البته بیشتر صدای الیویا میاد صداش بلندتر و رساتر از منه یادش بخیر یه وقتی هممون هم سنت بودیم